با سلام به تمامی بینندگان پرژن اوارز، امیدوارم از هر کجای دنیا بیننده ما هستید حالتون خوب و خوش باشه. امروز در برنامه با هم از سری برنامه های پرژن اوارز میزبان جناب آقای سعید فرتاش هستیم. جناب فرتاش خیلی خوش اومدیم. سلام بر شما، درود میفرستم به تمام بیننده های عزیز و به یاد جان باختگان راه آزادی و آنانی که در قبال ظلم همچنان ایستادگی می کنند. بله، تشکر، ممنون جناب فرتاش که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما اومدید. خب آقای فرتاش روانشناس خانواده، میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که این روزها واقعا جنجال برانگیز شده و مشکل خیلی از زنان و مردان در اروپا هست. بفرمایید جناب فرتاش. موضوعی که شما یاد کردین درباره ازدواج مجدد خانمایی که قبلا ازدواج کرده بودند و جدا شدند و امروز میخواین که همچنان یک ازدواج مجدد داشته باشند و این چگونگی، همانطور که شما هم سوالهای بسیاری دریافت کردین و همچنان من هم در طول روز با این مشاوره هایی که هست و در این زمینه سوالات زیادی هست و مشاوره هایی که موجوده، میخوایم که در این مورد صحبتی داشته باشین که به اطلاع بسیاری از کسایی که به این مشکل همچنان دست و پنجه نرم میکنن یک راهگشایی باشه، هرچند که میتونه بس یک کمی طولانی باشه و جنبه های متفاوتی هم همچنان داشته باشه، ولی ما میخواییم که خلاصه صحبت کنیم از آنچه که حقایق وجود داره و نتایجی که به وجود آمده در این خصوص. مسئله از این که قبلا یک بار خانم ها ازدواج کرده بودن و جدا شدن و از او فرزندی دارن، اولا که یک مدتی باید برای خود این وقفه رو بدن که این وقفه بسیار زیاد مهمه، به واسطه از اینکه ما اگر تمام اون سم و زر رابطه گذشته که قطعا رابطه ناخوشایند ممکنه بوده باشه، به خاطر که آن زمان رابطه برابر نبوده که در افغانستان یا کشورهای همسایه و این چنینی روابطی بوده که بر اساس سنت و خانوادگی و اینها شکل گرفته و خواست هیچ کدام از طرفین در این وسط دخیل نبوده و حالا اینها آمدن از افغانستان و این کشورها بیرون و در اروپا و امریکا و کانادا و این سمتا و این بینیازی اتفاق افتاده و بر اساس اون نیازی که قبلا بوده در اون روابط ناخوشایند همچنان باقی ماندن و حالا که اینجا آمدن اون بینیازی و بسیاری از موارد دیگری و فشارهای خانوادگی و فشارهای اجتماع اینها برداشته شده و اینا میخوان که جدا بشن. حالا نمیخوایم که روی چگونگی صحبت بکنیم که آیا جدا شدن خوبه و یا جدا شدن بعد، این کلا یک مبحث دیگری میتونه که باشه، ولی بس روی از این که حالا کسانی که جدا شدن و میخوان که دوباره ازدواج بکنن، حرف در اینه که اولا که اون وقفه برای خود بدن که اون بسیار زیاد مهمه و بتونن که تمام آن خاطرات گذشته و آن سموزرهایی که در گذشته بوده اونا رو بتونن به یک نعوی از نفس بندازن، نمیتونن فراموش بکنن چون واقعیت های وجود داره، به خاطر که از او ممکنه که فرزندایی داشته باشن و در این وسط این پدر و مادر برای همیشه میتونن که پدر و مادری این فرزندها همچنان باشن و یک روابط بین از اینا همیشه هست، این نمیشه فراموش کرد و یا به یک سمت دیگری برد، صرفا میشه که حالا اون صدماتی که برای ما وارد بوده که ما به شدت اون احساس بدر داریم، ما بتونیم یک مدت برای خود یک وقفه ایجاد بکنیم که بتونیم که اینا رو حداقل ما فراموش بکنیم و بعداً وارد یک رابطه بشیم. نتایجی که به دست آمده خانم هایی که حالا کودکانی دارن که اینها زیر سن 18 ساله هستند،
اگر نیاز آنچنانی برایشان وجود نداره، ازدواج مجدد خیلی جالب نیست برای اینها، تا یعنی اگر فرزندایشان زیر 18 سال هست، به خاطر که مشکلات بی حد و بی اندازه پیدا میشه و کشمکش های در بین خانواده، در بین این فرزندای این خانم و یا آن آقا، و بعدا این ازدواج جدید، این فرد جدیدی که میایه در بین خانواده و در بین جمع از اینا، مدیریت از این بسیار سخت و مشکله. ولی استثناءات همچنان هست، یعنی کسایی که بتونن که این مسیر یک کمی مشکل رو بتونن که صحیح مدیریت بکنن، اون استثناءات در سر جایش. ولی واقعا اگر ناآگاهانه وارد این روابط آدم بشه، میتونه که صدمات خیلی زیادی حتی از قبل بیشتر هم برای خود و هم برای فرزندان خود ما ایجاد بکنه. ولی اگر که بچه ها بالای 18 سال هستن، خب ممکنه که کمی دیر شده باشه، ولی همچنان اون آلترناتیو و یا جایگزینی وجود داره که حالا میتونه برای خیلی ها اساسیت برانگیز باشه، بس روابط غیر مثلا این که ازدواج، اگر تعریف این داشته باشن که یک زن و شوهر در یک خانه باشن که 24 ساعت در پیش هم دیگه، نه، مثلا به این صورت میتونه باشه که آنها میتونن با هم ازدواج بکنن، ولی طرفین هر کدام زندگی مستقل خود داشته باشه و گهگاهی مثلا همدیگر ببینن، حالا بور نامش هر چی میخواین که بگذاریم، بس متفاوته که به خود طرف برمیگرده. این میتونه بهترتر کار بده و تا ای که بچه حالا 18 ساله میشن و هر کدام میتونن که اون سرنوشت و راه و مسیر خود تعیین بکنن، و دیگه مسلمن که این زن و یا این آقا هم مستقل میشه و بعد میتونه که تصمیمی درباره زندگی خود بگیره. ولی بحث اساسی در اینجاست که اکثر خانم ها میخواین با این خانم هایی که یک بار ازدواج کردن و از او فرزندایی دارن، میخواین که با بچه مجرد ازدواج بکنن، که این خیلی نادرسته. خیلی یه چیزی آقای فرتاش، ببخشید، خیلی از آقایون مجرد هم تمایل دارن که با خانم های ازدواج کنن که بچه دارن و یه بار ازدواج کردن. این هم هست که چرا خیلی از آقایون تمایل دارن با خانم هایی ازدواج کنن یا تو رابطه برن که بچه دارن و یه بارم ازدواج کردن؟ بله، این میتونه یک توهم باشه، یک توهمی آنانی که هنوز فقط شاید شنیده باشن و یا احساس بکنن، ولی چون هنوز تجربه نکردن و آگاهانه ندانستن که چه خبر هست و اینا، ولی وقتی که وارد رابطه میشن میفهمن که چه خبر هست و چه خبر نیست، و به این اساس خیلی کم روانشناس شما پیدا خواهید کرد که مثلا خانومی برش پیشنهاد بده که خانومی که قبلا ازدواج کرده و فرزندایی داره با یک فرد مجرد، بخصوص افغان ها، به خاطر که یک طوری هست افغان ها، خانوم های افغان اکثریتشان اینا ذاتن مامانن و نقش مادرانه رو ایفا میکنن، با تاسف بر اساس اون صدماتی که همه ما خوردین، اون کمبود اون عزت نفس یا اون احساس خود ارزشمندی، زمانی که با یک فرد مجرد این خانم ازدواج میکنه و یا وارد رابطه میشه، قربانی های بسیاری میده، و از طریق این قربانی ها به خاطر که احساس میکنه که قرضدار اون آقاست و فکر میکنه یک چیزی بدهکاره و باید از یک سمت سوی دیگری جبران بکنه، و فکر میکنه اون آقا برش لطف کرده و این هم لطفش از جهتای دیگری همچنان جبران بکنه، و به این خاطر نقش مادر به طور ناخودآگاه نقش مادر ایفا میکنه برای اون آقا، و رفته رفته به نزد اون آقا این بی ارزش میشه و اون جذابیت به عنوان زن بودن و به عنوان یا اون شریک عاطفی بودن دیگه از دست میده، و این آقا
حالا دو تا مادر داره و چیزی که در اینجا نداره زن و یا اون معشوقش، و اینجا میتونه که سبب بشه، بحث خیانت میتونه که مطرح بشه که اون آقا بعدا میره به دنبال یک روابط دیگری که از سمت و سوی دیگری بتونه که خود اون ارزای روانی بکنه و از جهت دیگری این باختگی رو بتونه که جبران بکنه. و زمانی که حالا وارد رابطه میشن، قطعا که این پدیده ها در بسیاری از موارد پیش می آید، به جز آنانی که وارد این گونه روابط شدن، آگاهانه وارد رابطه شدن، یعنی یک مدت گذشتاندن، مثلا یک سال، 8 ماه، 9 ماه در درون این خانواده رفتن، با بچه ها آشنا شدن، با این اوضاع آشنا شدن، و یعنی کلن بر اساس یک آگاهی و بر اساس یک شناخت و بر اساس یک تجربه داخل شدن و قبلا دانستن که چه خبر هست. ولی ای که ما همونطور به یک شکل احساساتی وارد بشیم بدون آگاهی که داشته باشیم، بدون شناخت و بدون تجربه، قطعا که بعدا به یک بنبست میخورین و فکر میکنین و این بچه مجرد یک احساس باختگی شدیدی برش پیش میایه و روز به روز اون زن هم از سمت دیگری قربانی بیشتری برای از این میده که این بیشتر بمانه، و به همون اندازه که این قربانی میده، به همون اندازه اون آقا از او دور میشه و اون جذابیت خود از دست میده، بهانه گیری های بدن پیدا میشه، مشکلات در بین بچه ها پیدا میشه، این سمت آن سمت، و اینجا متاسفانه که دوباره اون سناریوی طلاق صورت میگیره و هم به بهترین شکل ممکنش. یعنی اینکه شما میگید محبت زیادی باعث میشه که این اتفاق بیفته بین رابطه یک زن و مرد، درسته؟ دقیقا در دو جهت، همیشه در کلیپ های خود همشانان گفتم در دو جهت ما همیشه روابط خود از دست میدیم، از یک سمت کمبود محبت و از سمت دیگری محبت زیادی، و این تعادل در روابط میتونه که معجون روابط باشه. تعادل فراگرفتنی است و بسیار بسیار مهمه در روابط که ما چقدر و چگونه باید محبت بکنیم، و آن چیزی که ما معمولا دوست داریم نباید هر کار ما دوست داریم انجام بدیم، بلکه مهم بودن و ملاک بودن بس اون کار درستی است که ما باید همچنان پیروی از او باشیم، نه آن چیزی که دوست داریم. ولی بیشتر در این روابط که مشخصه اینه که هر کس بنابر اون تجربه از مادر کلان و مادر خود که گرفته و به او سمت میره و زیادی این آقا رو تحویل میگیره و زیادی قربانی میده و زیادی محبت‌های مریضگونانه، یک نوع وابستگی شدیدی که آقایان به شدت از این وابستگی ترس دارن و احساس میکنن، احساس خفگی برشان دست میده و احساس میکنن که به زندان افتادن، و در کل در خانوما هم همینطور هست، و در کل زمانی که این فضا ایجاد نشه در بین روابط، این خفگی به وجود میایه. باید در بین روابط اون فضا همچنان باشه که بتونه که اون رابطه تنفس بکنه، بتونه که بر پایه های اون اصول واقعی همچنان رشد بکنه. بله دقیقا موافقم. فکر میکنم اگر یک تعادلی باشه خیلی بهتره، و زنها چون احساساتی هستن و برای نگه داشتن و گاهی برای ثابت کردن عشقشون بیدریغانه محبت میکنن بدون اینکه نگاه کنن طرف مقابل عکس‌العملش چیه، آیا اون آدم هم داره یک کمی نرمی نشون میده، محبت میکنه نمیکنه، آدم با مسئولیتی هست نیست، و برای همین هم فکر میکنم بیشتر زنها ضربه میخورن از این موضوع، به خاطر اینکه وقتی که محبت زیادی به یه نفر میکنی، وقتی اون یه نفر ولت میکنه میره، آقای فرتوش یه احساس خیلی بدیه، نه؟ میگه من انقدر این آدم رو دوست داشتم، چقدر من بهش محبت کردم، چرا اینجوری شد؟ ولی وقتی که بشینی دقیق تر فکر کنی، میبینی محبت زیادی دل اون آدم رو زد. شاید خیلی مثل یه شیرینیه که چند تا از اون شیرینی بخوری و دلتو بزنه، دقیقا محبت زیادی هم همینه. دقیقا بس سر از اینه که در قسمت محبت، حالا در بسیاری از موارد دیگری بعد حساب شده پیش بره، حتی در قسمت فرزندای ما میبینیم که یک محبت فراوانی وقتی که در قسمت
بچه های ما انجام میدیم به ذم خودمان اون محبت، در صورتی که نه، این دشمنی است. از اون بچه تو بی مسئولیتی میگیری، از اون بچه تو اور بدون از این که مثلا اون تشویق میکنی یا اون محبت زیادی میدی، بدون از این که او لایق از این باشه، او در یک توهم بعدا به سر خواهد برد، یک توهم براش ایجاد خواهد شد و احساس برتری نسبت به دیگران خواهد کرد. و در کل این مضر برای همه، حتی در قسمت حالا بحث مادر و فرزندی این میتونه که مضر باشه، چیجا برسه به بحث روابط. روابط خیلی اساسه، یک اساسیت های در بین روابط وجود داره، یک ارمونک های وجود داره، یک باریکی های وجود داره که اگر ما این باریکی ها رو متوجه نشین، این روابط خراب میشه. روابط این مثل چشمی میمانه که این چشمه ما باید آگاهانه همچنان برقرار داشته باشیم. این چشمه اگر از روی ناآگاهی همچنان ما در اون روابط پیش بریم، این چشمه کور میشه. این چشمه کور میشه، اون مقداری از اون معجون یا اون آبی که از اون چشمه همچنان باقی مانده، افراد یک مدت با هم هستند و بعدا احساس میکنن که خالی شده و احساس میکنن دیگه اون هیجان نیست، اون احساس نیست، اون عشق نیست و مشکلات پیدا میشه و بعدا به جدایی ها و اینها ختم میشه. که حرف در اینجاست که واقعا ما باید بیاموزیم و امروز یاد گرفتن روابط، چگونگی برقراری روابط و پیشبرد روابط حرف بسیار عمده و مهمی است که ما میتونیم به راحتی بیاموزیم از اینکه از رابطه خود محافظت کنیم که رو به خرابی نره. بله دقیقا. جناب فرتاش، کمی درباره این صحبت کنید که بعضی از آقایون که همسرانشون در ایران یا افغانستان هستن، بعد میان اینجا به جایی که به فکر خانوادهشون باشن که بخوان حالا خانواده خودشون رو ساپورت کنن و بخوان یه کاری بکنن که اون خانواده بیاد پیششون، یه خانواده دور هم جمع بشن، وارد زندگی یه خانومی بشن که این خانوم حالا جدا شده و از نظر احساسی واقعا شکسته شده. این آقا وارد زندگی این خانوم میشه و به نظرتون این چه رابطه ای میتونه باشه؟ خب در اینجا اگر اون رابطه قبلی که حالا به افغانستان داشته یا در ایران داشته اگر تمام نکرده باشه و اینجا وارد رابطه دیگری بشه، خب این فریبه و این زیادی به چشم میخوره و تماس های بسیار فراوانی را همچنان در این رابطه دریافت میکنم. حتی کسانی که در اینجا وارد یک رابطه خانم دارن، فرزندهایی دارن، بعدا میرن با یک دختر مجردی هم که در حال حاضر مجرده، میرن با او هم وارد رابطه میشن، نکام میکنن، ازدواج میکنن، خلاص، و بدون از اینکه او طرفین با خبر باشن، خب یک چیز واضح است که این یک فریب و یک نیرنگی است که این کار نمیده و به زودی با خبر میشن همه و این آقا خب ضرر بی نهایت میکنه. و متاسفانه شاید جالب نباشه که بگم، ولی یک دسته معدودی هستند که این کار رو انجام میدن، یعنی در یک قومیت و یا یک شاخه مشخصی است که این مسئله بسیار بسیار به چشم میخوره که همچنان طرفدار اون زن دوم و زن سوم و اینها هستن. از خب این مشخصه که این مسئله از کجا میایه. از طرف دیگری که این به عنوان یک نماد قدرت و مردانگی شناخته شده در افغانستان و همه اشخاصی هم که از افغانستان آمدن که فکر میکنن که وارد روابط گوناگونی باید بشن، اون مردانگیشان در واقع به رخ کشاندن و این میتونه که به عنوان یک شاخی از قدرت باشه. و اون جوی که چون در افغانستان بوده که
مثلا حالا بحث روی خیانت، خیانت تقریبا یک واژه جدیدی است برای ما، برای مایی که از افغانستان خارج شده، چون میتونه خیانت در جوامع یک تعریفهای مختلفی داشته باشه. به عنوان مثال در افغانستان قدیم و در حال حاضر در بعضی از استانها و یا ولایات همچنان این مسئله جریان داره که مثلا یک آقا راحت اون خیانتر انجام میده و اون یک یا دو تا خانمر همچنان در خانه میاره و با وجودی که خانومش و فرزنداش در خانه تشریف دارن، ولی اینها هیچ حقی ندارن برای اعتراض، و برعکس که این خانومش که در خانه هست هنوز برشان دیگم پخته میکنه، عزت و احترامش هم میکنه، چایم هنوز میبره، و در ذهن این خانوم چیز بدی نمیگرده که مثلا الان شوهر ما برای ما خیانت میکنه یا ای. نه، به خاطر که بحث زنده بودن در اینجا مطرحه، بحث نیاز در اینجا مطرحه و بحث فرهنگ در اینجا مطرحه که مثلا اینها این به عنوان خیانت نمیشمارن، بلکه چون جو در اونجا به یک رقم شکل گرفته که فکر میکنه که باید این کار مثلا برای شوهرش باید این کار انجام بده و این اون قربانی در قبال شوهر خود بکنه، که این میتونه که از طرف مادرها هم، بعضی از مادرهایی که در آن استانها یا قدیم هست، تشویق بشه. و در حال حاضر هم شما میبینید در بسیاری از خانواده های افغان که بچهشان هر کاری که میکنن میگن که به او عروس خود میگن که خیر است بچه مرده، بله، و این از طرف خانوما هم تشویق میشن و به عنوان اینکه یک قدرت و به عنوان یک شاخص و یک رخ مثبت حتی تلقی میشه. خب همون افراد آمدن در اروپا با همون ته ذهن و با همون فرهنگ و با همون سنت و با تمام همون داشته ها آمدن در اینجا و این سیستم همچنان پیش میبرن و این فریبکاری همچنان انجام میدن. ولی وقتی که زن امروز آمد در اینجا و یا در بسیاری از ولایات افغانستان امروز آگاهی رسیده که این مسئله به عنوان یک خیانت مطرح میشه و این آقا و یا این خانم اجازه این کار همچنان نداره، و خب اینجا هم که میان بس اون نیازمندی برطرف میشه، این خانم دیگه میگه خب ما چرا بخوایم همچنان این مسئله رو ما تعامل بکنم که همچنان داره خیانت میکنه، و من بگم خب خیر است و اینها. نه دیگه اون خبرها نیست و این خانم اعتراض میکنه و این کار برای یک مدتی کار میده، برای همیشه نیست که این معنا و مفهوم داشته باشه، بلکه برای از اون آقا بعدن میتونه مشکلات حقوقی ایجاد بشه، مشکلات فراوان دیگری ایجاد بشه که قطعا آن مرد فردایی نخواهد داشت. یعنی امروز ممکنه که یک لذتای ببره، بتونه که 4 نفر بازی بده، فریب بده، ولی فردایی نخواهد داشت. همونطوری که شعر زیبای بیدل میگه که زین چمن برگ گلی نیست نگرداند رنگ، با خبر باش که امروز تو فردا دارد. بله جناب فرتاش، به این مردان میشه گفت هوسباز؟ بحث اینجا همانطور که گفتم که اینجا بس های مختلفی ایجاد میشه، از یک طرف که اون سنتر از افغانستان آوردن و اون پیشینهی که بوده، و از سمت دیگری اون عقده های سرکوب شده ای که بوده، که این در قسمت خانم ها باز بیشتر صدق میکنه. شما فکر نکنید مثلا در این گفتگو، حالا ممکنه که بعضی از آقایان بگن که خب یک طرفه قضاوت میکنیم، قطعا که اینطور نیست، ولی ممکنه که بیشتر در گفتگوها بحث روی آقایان باشه، ولی نه به اون صورتش. ممکنه که آقایان در پیش قدم باشن در برقراری رابطه جنسی، اما خیانت از سوی خانم‌های متعلم ما به بسیاری متوجه هستن و شاهدش هستن که این بحث برمیگرده از روی آن عقده‌های سرکوب شده که همچنان در افغانستان یا کشورهای این چنینی برایشان اون موقعیت جور نبوده.
و حالا که اینجا آمدن و این موقعیت برشان مساعده و رفیقایی دارن که تشویق کننده و برش جرأت میده و برش اعتماد به نفس میده که تو باید این کار بکنی، و با وجودی که اون خانم شوهر داره که همچنان من در یک کلیپ گفتم که این مهم نیست که شوهر شما از شما 20 سال 30 سال کلانتره و یا جفاهای بی‌نهایت در قبال شما کرده باشه و یا هر آن کاری، و شما اجازه عزیره داشته باشین که خیانت بکنه. قطعا که چنین نیست. ما الترناتیو یا آپشن های دیگری دارین، گزینه های دیگری دارین، جایگزینی دیگری دارین. ما میتونیم که اگر این رابطه برای ما ناخوشاینده، حالا در یک چارچوبی ما از این رابطه بیایم بیرون، و بعد از این رابطه ای که آمدیم بیرون که امروز دیگه اون تعهد در بین ما نیست، در بین یک رابطه نیست، باز ما میتونیم که وارد رابطه های دیگری بشیم، ولی نه دیگه به این صورت که ما وارد یک رابطه هستیم، چی خوشایند چی ناخوشایند، اصلا این بس نیست. باز ما با یک کسی دیگری هم وارد رابطه بشیم که با تاسف که برای خانم های افغان این خیانت بوی خون میایه و این بسیار میتونه که برایشان خطرناک باشه و در روند طلاق گرفتنشان حتی میتونه که بسیار مضر باشه و بسیار به کندی پیش بره، به خاطر که تنها دغدغه یک مرد افغان زمانی که میخواد که از یک رابطه بیای بیرون بیا این طلاق رو بپذیره، بس از اینه که زنش نکنه که بره با یک کس دیگری، و این زمینه ها را اگر خانمش برایش ایجاد کرده باشه و برایش نشان داده باشه که این یک علاقه داره به سمت مردا و میخواد که وارد رابطه بدن بشه، این روند جدا شدن بسیار به کندی پیش خواهد رفت، خطرات بسیار جدی خواهد داشت. و تمام اینها یعنی توصیه برای خانم ها ایست که اگر رابطه های شما برای شما ناخوشایند، حالا تصمیم گرفتین که من قطعا که نه اینجا تایید میکنم و نه هم تشویق کننده بحث جدا شدن و اینها، نه اگر تصمیم گرفتین حالا در یک چارچوبی که خواستین از این رابطه بیاین بیرون، واقعا رابطه برقرار کردن با یک مرد دیگری فعلا معطل بکنین تا که این رابطه شما ختم بشه و همانطور مردا. بله، بسیار عالی. جناب فرداش، حالا این مردا وارد رابطه میشن، میان توی رابطه، و یه چیز جالبی که خیلی از مردا میگن وابستگی ایجاد نشه. میشه که دو نفر با هم دیگه باشن 6 ماه یک سال و این وابستگی ایجاد نشه؟ ببینین روابط به چند دسته تقسیم میشه که این دسته از مردان میخوایم که یک دوره موقت رابطی جنسی صرفا داشته باشن، بود جنسی مسئله هست که اینها وارد یک رابطی کوتاه مدت جنسی میشن، نه مسئولیت در قبال همدیگر دارن، نه تعهد در میان همدیگر دارن، نه احساسی در اینجا مطرح باشه و نه مسئولیتی در اینجا مطرح باشه که عده خانوما هم هستن که این چنین میخواین و این هر دو با همدیگه میتونه جور بیای، حالا خوب بودن و بد بودنش به کنار، میتونه که یک انتخاب باشه و بر ما فرضه که به اون انتخاب حرمت قائل باشین که اونها میتونن که به هر حال این بپذیرن و وارد یک دوره موقت بشن. ولی بس در اینجاست که در مورد آقایان این مسئله صدق میکنه. درست، ما موجود جسمیم و ما میتونیم که بدون از این که عاشق طرف باشین به طرف احساس داشته باشیم راحت وارد رابطه جنسی بشین، ولی برای خانم، برای عده بسیاری از خانم ها این چنین صدق نمی کنه. زن باید همانطوره که خود شما میدونیم و بارها همه بیننده ها شنیده باشن که زن باید کسر در وجود خود بپذیره و از قبل برای از او یک احساس داشته باشه که این بدن بتونه که وارد رابطه جنسی بشه، و قطعا که اون احساس در بین از اینها شکل میگیره که معمولا از طرف خانم ها. ولی وابستگی که یک بیماری است، وابستگی که جالب نیست، و در کل به هر چقدر که اون زن یا اون مرد وابسته طرف بشه به همون اندازه اون طرف فراری است. باز خصوصا در مورد آقایان که به شدت گریزانن، به شدت گریزانن و اون رابطه در هر صورتش میخوان که ترک بکنن زمانی که این چنینه. ولی اون روابطی که شما یاد کردین یک روابط از جانب مردها، یک رابطه موقتی است که با تاسف
که بعضی از مردها با فریب وارد میشن به بهانه ازدواج که ما میخوایم با تو ازدواج بکنیم، وارد یک رابطه بلند مدت بشیم که اینا به اون هدف رابطه جنسی برسن. زمانی که وارد اون رابطه جنسی میرسن و در واقع اون شکاره انجام شد و این مسئله فتح شد، بعد اینا یک راه پیدا میکنن برای بیرون رفت از این رابطه. خودش میتونه یک فریب بسیار بزرگی باشه که در این مورد نیز صحبتی من داشتم که بهترتر از اینه که ما خیلی راحت خواسته خود در اول رابطه مشخص بذاریم که از من میخوایم که یک رابطه کوتاه مدتی داشته باشم که بیشتر تمرکز روی بعد جنسی است، در اینجا نمیخوایم که تعهدی در میان باشه یا مسائل دیگری. طرف اگر قبول کرد که خیلی خوب، اگر که هم که نکرد به هر حال مطمئنم که یک فرد دیگری پیدا خواهد کرد که با شرایط از این جور باشه. بله، و خیلی از آقایان دنبال این هستن که یه منافع مادی هم بهشون برسه، و دقیقا اون بحثی که در اول صحبت ها داشتیم، آقای وارد زندگی خانم میشه، خب همینجوری که خودتون گفتید مسلما خانم ها خیلی احساسی هستن و اصلا نمیتونن رابطه جنسی داشته باشن، اصلا که نه، حالا یه تعدادی از خانم ها تا اینکه طرف مقابل رو دوست داشته باشن یا احساسی نسبت به اون آدم داشته باشن، و این دوست داشتن و احساس به وجود میاد، خواسته یا ناخواسته به وجود میاد. و این خیلی جالبه که برای مردا اینجوری نیست که توی رابطه ای 8 ماه یک سال میمونن، بعد وقتی که میرن میگن که ما به خاطر حالا پول یا رابطه جنسی با شما بودیم و از این به بعد دیگه نمیتونیم، خداحافظ، به من وابسته نشو، منو فراموش کن. به نظرتون این یه عقده نیست در وجود این مردها؟ خب اینا همه بله، از بعد روانشناسی که ما بخوایم که بحث داشته باشیم که صد البته که اینها همه اون صدماتی هست. امروز اگر در بعد هر گروه تروریستی هم ما بخوایم که صحبت بکنین، ما میتونیم که بگین که اونها همه بر اساس اون سرکوب هایی بوده که شدن، بر اساس اون محیط نامناسب تربیتی بودن که اینها کلان شدن و در اون شکل گرفتن و ذهنیتشان بر اساس اون در واقع شکل گرفته، و این مردا هم نیز استثنا نیستن و بر اساس عقده هایی که وجود داره، اون سرکوب هایی که وجود داره، حالا خیانت هایی که برایشان شده و بسیاری از موارد دیگری که در یک مشاوره داشتم که یک خانم میگفت که من در حدود 3 سال که از شوهر خود من جدا شدم و امروز هر مردی که پیش میاد من میخوام که با او رابطه جنسی برقرار بکنم. گفتم خب چرا، بر چه اساس؟ میگفت بر اساس انتقام از شوهر خود. گفتم خب بسیار خوب، و حالا اون شوهر چند وقت میشه که نیدن؟ گفت من طول 3 سال نیدم. گفتم خب این چطور یک انتقامی، انتقام از شوهر یا انتقام از خود؟ اون شوهر که از این باخبر از این رابطه هم آمده بیرون، رفته دنبال یک رابطه دیگری و اصلا خبرم نمیشه که شما وارد رابطه هر روز با این و آن میشه. اینا در واقع اون انتقام اون شخص از خودش میگیره، نه از اون شخص دیگری. خب اینها میتونه که موارد گوناگونی باشه که قطعا به عنوان یک فریبه، به عنوان یک نیرنگه که حالا هر کس هست میتونه صدمه دیده باشه، ولی بس روی خود ماست که ما چرا بازی بخوریم، ما چرا فریب همچین یک افراد رو بخوریم که امروز بسیار برایتی ما میتونیم که جلو این همچین یک روابط ما همچنان بگیریم. برای بسیاری از خانم ها عرض مبعی است که شما اگر میخواییم که وارد یک دوره موقت رابطه بشیم که صرفا بس رابطه جنسی باشه، اینا شما اول ببینید که اون آقا چه چیزی برای از دست دادن داره، اون آقا چه جایگاهی در جامعه داره، در کل چطور یک شخصیتی داره. این بسیار میتونه که مهم باشه که شما اگر بدون شناخت وارد این حتی همین رابطه که هیچ تعهدی در این میان نیست، میتونه که برای شما خیلی خطرناک باشه، به واسطه که همینطوری که شما بسیار به زیبایی گفتیم دقیقا همچین یک آقایانی هستن که او هم یک دسته بخصوصی هست که اینها برعلاوه که اون طرف بازی میدن و برش میگن که
ما میخوایم که همراه تو ازدواج بکنیم. خب این دخترم با ای وارد رابطه میشه و حالا اون باکرگی از بین میره و اینها اون رابطه جنسی کامل را همچنان دارن. در طول این رابطه همچنان این آقا به بهانه های مختلفی از این دختر پول میگیره و این دختره که مثلا میره درس میخونه، کار میکنه، یا این یا آن، یا از انسنفیا خود یا از خانواده خود از این سمت و از اون سمت میگیره و بعد به این آقا میده که خب این مرد آینده منه. و بعد از یک مدتی که میشه این آقا بعد میگه که ولا ما این دختر میایه میگه که برای من خواستگار خیلی زیاد آمده و من میخوایم که ازدواج بکنم زودتر، پس لطفا بیا به خواستگاری که به خاطر خانواده من مرا اذیت کردن. اینا این میگه که والله من از وطن میخوایم که زن بگیرم و خانواده من برای من کس دیگری این انتخاب کردن. خب این دختر به شدت جا میخوره و بعد این دختر وقتی که میگه خب اوکی پس همون پولایی که از مرگ گرفتی پس لطفاً بده، من از این رابطه میام، میگه والا پول مولی نیست. و بعد میگه که اوکی پس خداحافظ و من نمیخوام دیگه با تو رابطه. میگه نه کجا کجا، من از تو کلی فیلم دارم عزیز دل من، کلی از تو فیلم دارم و تا زمانی که اون زن دوم از افغانستان نیامده تو اجازه نداری که بیایی، تو اجازه نداری که بری و تو همچنان باید به عنوان برده جنسی ما در اینجا باشی و تا زمانی که اون فرد میایه، اگر نه تمام این رابطه های جنسی که من و تو انجام دادیم اینا همه رو من ریکورد کردم و بر اساس از اینا ما همه رو به خانواده تو میفرستم، به اینترنت پخش میکنم و این سمت و با آن سمت، پس تو اجازه نداری که بیای. یعنی حرفم در ایست که متوجه چنین موضوعات باید بود که کسی که ما نشناسیم یا کسی که چیزی برای از دست دادن نداره، شما همینطوری از داخل فضای مجازی یا از این طرف و از آن طرف شما طرف رو شناختین، حتی وارد این رابطه موقت نباید بود. و این که اگر میخواییم بعدا نامزد بشین عروسی بکنین، این که یک مدت بسیار طولانی است که اول باید در بین شما رابطه جنسی نباشه، یک، و بعدا در حدود یک سال باید این رابطه پیش بره و بعد افراد نمیتونن که ماسک شما مثلا حالا وقت کرونا بود شما یک روز کامل به هیچ عنوان طاقت نمیکردین که اون ماسک همچنان نگه داریم، بالاخره در یک جای میرفتین این ماسک بالا میکردین و یک نفس میگرفته و امروز انسان نمیتونه که برای یک مدت طولانی اون ماسک نگه داره، بالاخره این ماسک برمیداره، بالاخره اون واقعیت و اصلی بودنش معلوم میشه که ای کی هست و این چی هست. و این صرفاً بر اساس گذر زمان، با تأسف که بعضی از دختران ما احساساتی پیش میرن و فکر میکنن که دقیقاً همون آدمه که اینها به دنبالش بودن و بعد از یک مدتی که تمام این واقعات بسیار بدی که رخ میده بعدا میفهمن که چه اشتباهی کردن. دقیقاً دقیقاً. و آدمی که میاد صدای دوست دخترش رو یا صدای طرف مقابلش رو ضبط میکنه و بخواد ویدیو ضبط کنه، آدمیه که داره حساب شده جلو میره. و من فکر میکنم خیلی شاید خیلی از این کار رو انجام داده که اینجوری حساب شده جلو میره و این آدم ها باید بدونن که حتی صدا ضبط کردن هم بدون اجازه جرمه. اینجا افغانستان نیست، ایران نیست و اروپاست و صدا ضبط کردن، ویدیو ضبط کردن خودش یه جرمه، ولی متاسفانه آدمایی پیدا میشن که انقدر با فکر و اندیشه این کار رو جلو میبرن. پس حتما این آدما قصدشون آسیب زدن به زن ها هست، حتما یه عقده و یه ریشه درونی دارن که باعث میشن که حالا یه زنی، آقای فرتاش، به هر دلیلی جدا شده و از نظر احساسی شکسته است، میخواد که حالا با یه مردی رابطه داشته باشه، حالا نه فقط به خاطر مسائل جنسی، میخواد حالا با یه مردی آشنا میشه و اون مرد انقدر خودش رو خوب جلوه میده یا جلو. خب از همون اول بگید که بحث رابطه جنسیه، بحث پوله، بحث غذاه، بحث هر چیز دیگه است که من میخوام از سر کار میام غذای من آماده باشه، یه غذایی بدید من بخورم، یه پولی به من بدید و برم دنبال کارم، که حداقل طرف مقابلم بدونه وقتی وارد رابطه میشه دیگه اینجوری ضربه نخورن. که بعد اصلا یه چیز جالبیه که فکر کنی طرف مقابل یک سال با تو بوده و تمام اون دوستت دارم ها، شب بخیرا، صبح بخیرا، موزیک ها و چیزهایی که بین اینا رد و بدل شده فقط به خاطر رابطه جنسی بوده.
اینجا اروپا میتونن برن جاهای دیگه هم این رابطه جنسی رو داشته باشن. چرا به زندگی یه نفر باید آسیب برسونن؟ درسته. مثلا صرفا روی اون پوله هم خیلی نیست، ولی به شدت بس این رابطه، رابطه جنسی هست و مسئله فیزیکی است که در هر ساعت میلیون ها سلول جنسی در وجود مرد تولید میشه، ولی در وجود خانم ها ما یک دانه و او هم شاید و شاید هم نه، و این تفاوت بی حد و بی اندازه هست. و اینکه اگر بعضی ها میگن که آقایان خیلی بیشورن، این میتونن که از خدا گلر بکنن که چرا همچین چیزی در وجود مرد آفریده که مرد همش، یعنی کلا جنس نر همش به دنبال برقراری رابطه جنسی. شما اگر در بین حیوانات هم که وقتی که متوجه میشین میبینین که همی هست، ولی این جنس ماده که همیشه فرار بوده نسبت برای بسیاری از موارد، بس عاملگی مطرح هست، بس خیلی از موارد دیگری که حالا در بین انسان ها بس اون آبرو خانوادگی و خیلی از موارد میتونه که اینجا دلیل باشه. و با تأسف همینطوره که شما میگیم هست، ولی اینکه ما باید بالاخره آگاه بشین، بالاخره هم دیگر ما بشناسین. متاسفانه اینجا یک خصوصیتی هست که ما فکر میکنین، به عنوان مثال من و شمایی که حالا صحبت میکنیم، اگر من فکر بکنم که شما هم مثل من فکر میکنین و شما و من هم مثل شما، خب این یک برداشت اشتباهی. من و شما هیچ شباهتی با هم دیگه نداریم، هیچ شباهتی با هم دیگه نداریم، کلن دو دنیای متفاوت، دو فکر متفاوت، دو احساس متفاوت. ما مردا کلن موجودات جسمی هستیم و در قبال که خانم ها موجود احساسی هن و از اون طریق پیش میرن، و اینجاست که وقتی که اون زن اون خلر احساس میکنه، خلر احساسی همچنان احساس میکنه و میخوای به این جهت پیش بره، فکر میکنه که این مرد هم دقیقا همون خلار داره، در صورتی که نه، خلای ما کمبود رابطه جنسی است و برقراری رابطه جنسی است، و این به عنوان یک واقعیت باید پذیرو، نه جای تاسف داره و نه جای افتخار داره، جای هیچ، بلکه به عنوان یک واقعیت باید ما این بپذیریم. ولی جای تاسف در اونجاست که این فریب صورت میگیره و این سوء استفادگری صورت میگیره از سمت برخی از آقایانی که حالا یک دسته معدودی قرار دارن که حالا اون بس پولی هم همچنان هست، و حالا بس قضا هم که شما یاد کردیم که در کل تعریف جالبی دارم که بسیاری از آقایان با این ممکنه که موافق نباشن که مرد یک جاده مستقیم است، پیچیده نیست مثل خانم ها، یک جاده مستقیم است که چند تا کوچه داره. کوچه اولی رابطه جنسیه، کوچه دومی شکمه، به خاطر که خورد و خوراک برای مرد خیلی مهمه. حالا خیلی ها ایران میمونن که مثلا این مردمه چرا عصبی، زمانی که مرد گوش نمیشه تمام سیستمش همه قفل میشه و تنها یک سیستم فعال میمونه و او هم عصبانیت. وقتی که به اون مرد اون قضاهر میدی، بعض آهسته آهسته بعد از 20 دقیقه سیستم های دیگرش سر جایش میایه و جاده سوم موترشه، همون ماشینش، و جاده و اون کوچه چهارم میتونه که حالا دارایی و یک سری چیزای دیگرش باشه. یعنی مرد با همین خصوصیت هست که ما اگر بتونیم که بشناسیم برای ما ساده، ولی این زنه که یک شهره، یک دنیایی است با کوچه و پس کوچه های بسیار متفاوت و خودشان در خود گم میشن و بسیاری موارد نمیدارن که چه خبر است و چه خبر نیست، و این دو دنیای متفاوت است که ما اگر هم دیگر رو بشناسیم برای ما خیلی ساده که دقیقا درباره همدیگر اطلاعات بگیریم که مرد کیه، زن کیه، رابطه چیه، چطور من رابطه برقرار بکنم، چطور آدم ها رو من بشناسم. اینها همه چیزهایی هست که امروز با کمک این تکنولوژی ما میتونیم که راحت فرا بگیریم. سارا خانم، بله دقیقا، و بحث جالبیه واقعا. و اینکه خب خیلی ها سوالات خیلی مختلفی فرستاده بودن. خانم میگفت که من با آقای توی رابطه هستم و خیلی من این آقا رو دوست دارم و حساسیت زیادی من این آقا رو اذیت میکنه،
و اون آقا حرف جالبی زد، آقای فرتاش، گفت که من میخواستم برم یک مسافرتی و اونجا خونه چند تا از دوستانم، به این خانم گفتم که شما بیاید، این ایشون گفتن نه من نمیام. خب این جالب بود که چطور این آقا میتونه درخواست بده که دوست دخترش، شریک احساسیش، یا بالاخره معشوقه یا هر چیزی، با خودت ببری خونه دوستای خودت. خب معلومه اون خانم وقتی تو جمع 4 تا آقا میره حوصلش سر میره و اصلا کار درستی هم نیست. بعد جالب اینجا بود که اون آقا میگفت من خیلی روشن فکرم، برای من آزادانه فکر میکنم، من خیلی آزاد فکر میکنم، این مشکلی نیست. به هر حال این تفاوت‌های فرهنگی و باورهایی است که هر کدام یک اندیشه‌هایی دارند، و اگر که اون آقا حالا افغان بوده، ممکنه که این طرز فکر در مورد دوست دخترش صرفاً داشته، نه در مورد خانومش. به واسطه که شما هم میبینیم در پارلمان قدیم افغانستان متوجه بودین که اون آقایان، اون خانم هایی که در پارلمان بودن، به شدت تشویق میکنن، ولی در درون خانواده کلا با خانم خودش و با خانم های داخل خانواده خودش کامل یک رخ دیگری داشت. اینا هست، و این زن نیازه که صرفا مخالفت خود اعلام بکنه که این جزی از ارزشاش میتونه که باشه، جزی از سیاستش میتونه که باشه. که از من ممنون و سپاس از دعوت تو، و ما نمیخوایم که در این میمانی که چند تا مرد باشه اینها، ما شرکت بکنم به همین سادگی و مثلا عله. بله آقای فرتاش، شما اشاره کردید توی رابطه یک زن و مرد به بچه ها، به نظر شما این درسته که بعضی از خانم ها به درست بودنش کاری ندارن، ولی میخوام نظر روانشناسی برای بچه ها بدونم، آیا این درسته که بعضی از خانم ها با چند، مثلا با یه آقایی تو رابطه میرن، حالا شکست عشقی میشه یا جدا میشن، بعد با یه آقای دیگه ای و این آدم های جدید هی تو خونه رفت آمد داشته باشن جلوی این بچه ها، چه تأثیری میتونه روی بچه ها داشته باشه؟ خیلی ها میگن بچه ها کوچیکن و نمیفهمن. به نظر من بچه از 1 سالگی همه چیز رو میفهمه، چطور نمیفهمه؟ بله، ذهن به گونه ای ساخته شده که مثل یک کامره فیلمبرداری است. ما همه چیز ثبت میکنه. به عنوان مثال، حالا بیشتر در جوامع عقب افتاده مثل افغانستان و کشورهای دیگری، پدر و مادرها حالا بر اساس اون محدودیت هایی که بود، رابطه جنسی هم حتی در درون همون خانواده که همینطور راحت چند تا بچهشان خواه بود، این رابطه جنسی هم همچنان انجام میدادن، و به زعم خود که اینا نمیفهمن، در صورتی که نه، امروز مثلا این دختره که تماس میگیره میگه که من بارها شاهد این رابطه ها بودم و این به شدت برای ما آسیب زده، در صورتی که من 2 ساله بودم، در صورتی که من 3 ساله بودم. یعنی شما حتی ببینید که یک طفل نوزادی هم که چند روزه هم باشه، او هم میتونه که این مثلا متوجه بشه و به رویش میتونه که تاثیر منفی داشته باشه بس این رابطه جنسی. قطعا که تاثیر منفی میتونه که روی روان کودک داشته باشه، این افراد جدیدی که میرن میاین، و بعد آهسته آهسته زمانی که این بچه ها کلاب میشن، و قطعا که از مادر خود فاصله میگیرن، و بعدا چون میدانن، و حالا اگر نتونن که تحلیل بکنن، بعدا باز میدانن که چه خبر بوده و این رفت و آمدها بر اساس این مورد بوده، و بعد مادر خود به عنوان یک فرد ارزه در ذهن خود خواهند داشت که اون حرمته و اون احترامه بعدا نخواهد بود، و بعد حالا آسیبی که روی روان این کودک میتونه که باشه بس اون وابستگی است. کن کودک حالا بر نوی اون پدر خود نداشته و در حال حاضر نداره، و بعد نیازه که به یک کس دیگری به عنوان یک پدر نگاه کنه، و این پدر چند روزی میایه و بعد مسئلهش که حل شد، پس دوباره میره با پدر دیگر میای. خب این خالیگاه، این کودک نمیتونه که بفهمه که این چطور شد، این پدرهای چطور این میرن و میاین، و کدام پدر منه و کدام باید من همچنان دل ببندم و با او یک احساس من برقرار بکنم. و اینجاست که این کودک بی‌اعتمادی در وجودش پیدا میشه، و بعدن که به کلانی میرسه که در مورد همه بی‌اعتماده،
از همه مردم متنفره و در کل اون آرامشر دیگه نمیتونه داشته باشه و با اجتماع در کل رابطه خود قطع میسازه. و این میتونه یا آسیب جدی به بچه بزنه. درسته؟ صد درصد. و حالا توصیه که برای خانم ها هست این که اگر شما میخواییم که این میتونه یک انتخاب باشه ولی نادرست در قسمت خود شما هم میتونه نادرست باشه که از یک رابطه بیرون آمدن دوباره وارد رابطه دیگری شدن و او هم به قصد رابطه جنسی، ولی حالا میتونه که انتخاب شما باشه هرچند که نادرست هست روی روان خود شما تاثیر بسیار منفی میگذاره، اما اگر این انتخاب داریم پس لطفا صرفا به خود این آسیب رو بزنین، نه به کودکان، و کودکان در اینجا دخیل ندین. زمانی که حالا با مکتبن کودکستانن شما میتونین این کار رو انجام بدین و اون آقا بیایه، یا در خانه اون شما میتونین که گهگاهی برین زمانی که حالا بچه ها نیستن، ولی در درون خانواده، در درون خانه که یک حریم خصوصی است، یک حریم مقدس است، بر حال هر روز رفت و آمدها میتونه که جالب نباشه و روی تمام این ارزش ها و زندگی ما و همه چیز ما میتونه که تاثیر بسیار منفی داشته باشه. دقیقا باید اون خانم به این موضوع فکر کنه که قبل از اینکه دوست دختر این آقا باشه، قبل از اینکه معشوقه این آقا باشه، اون خانم یک مادره، و یک مسئولیت داره. مادر مسئولیت پذیر. دقیقا دقیقا. بله، تشکر جناب پرتوش. اگر در آخر حرفی هست بفرمایید. سلامت باشین، حرف خاصی ندارم و در کل موضوعات متفاوتی بود و بعدا هم میتونیم که باز روی موضوعات دیگری صحبت بکنین، ولی بحث اساسی در اینجا و مشکلات زیادی که مطرح هست صرفا این ناآگاهی ماست در قسمت پیشبرد روابط، که حرفم در ایست که اینا فرا بگیرین، بتونین که مشاوره بگیرین، بتونین کالا که پای کتاب هایی در این زمینه هست میتونین که اینا رو مطالعه بکنین که این چگونگی برقراری روابط عاطفی رو بدانیم، این تعادل رو برقرار بکنیم تا بتونین که بهتر تر پیش برین و کمتر آسیب ببینین و کمتر بتونن که این افراد صدمه دیده برای شما آسیب ببینن بزنن. همین، تشکر، ممنون جناب فرتاش. بینندگان عزیز، این بود برنامه ما با آقای سعید فرتاش. میتونید نظراتتون و سوالاتتون رو زیر همین برنامه برای ما بنویسین. حتما با آقای فرتاش در میون میذاریم و سعی میکنیم یک برنامه دیگه داشته باشیم. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتون.